نکته دوم رو در مسئله نقش رهبری در انتخاب کابینه ها اشاره بکنم. مستظر هستید رهبری همراهی میکند، حمایت میکند از دولت ها، نه دخالت. اینها با هم دیگه فرق داره. من خواهش میکنم به این نکته توجه بفرمایید. ما برای اینکه نقش رهبری رو در جامعه بدانیم و میزان خواسته هامون، میزان مطالباتمون از رهبری مبتنی بر وظایف قانونی رهبری باشد. چون من دیدم، شما هم دیدید، گاهی موقع ها مثلا فرض کنید در یک جایی یک پرونده مطرح انتظار دارن که رهبری ورود پیدا بکند. خب طبیعی است چنین چیزی امکان ندارد. در جایی که دموکراسی هست، مردم سالاری هست، انتخابات هست، مردم نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن. مجلس باید پاسخگوی مصوبات خودش باشه. مردم میان رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، دولت باید پاسخگوی مردم باشه. مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان باید پاسخگوی مردم باشه. خاصیت مسئله مردم سالاری همینه. رهبر معظم انقلاب هم فرمودن من مردم سالاری دینی را صادقانه، یعنی شعار نیست این مسئله، عملکرد رهبری هم مبتنی بر همینه. یعنی رهبری در عملکرد خودش، چه در مسئله دولت، چه در مسئله مجلس، مسئله اینه مردم سالاری. مردم نماینده انتخاب کردن، نماینده باید در مقابل قانونگذاری، در مقابل مردم مسئول باشه. لذا وظایف رهبری باید تشریح بشود. وظایف رهبری، باز هم خود رهبر معظم اشاره کردن، مراقبت از حرکت کلان کشور، تنظیم سیاست‌های کلی نظام، مراقبت از انحرافاتی که در مسیر انقلاب ممکن است ایجاد بشود، اما طبیعتاً در جزئیات اداری کشور ورود پیدا نمی‌کند و هر کسی و هر مسئولی و هر دستگاهی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد.